اهمیت ازدواج مسیحی و مفاهیم ازدواج مسیحی با هم صحبت کرد. درسته؟ مفاهیم ازدواج مخصوصا در اون قسمتی هم که ارتباط پیدا کرد به نقش مرد و عیسی مسیح و نقش زن و کلیسا، مقایسه‌ای که این دوتا با هم داشتن فکر می‌کنم اساتیدم با هم خیلی زیبا و گویا بود. اما حالا در درس چهارم می‌ریم در رابطه با اهداف ازدواج مسیحی. ازدواج موفق ازدواجیه، حالا قبل از اینکه این نکته رو شما نگاه کنید ازدواج موفق ازدواجیه که اهداف روشن و مشخص موفق ازدواجی است که اهداف روشن و مشخصی رو داره و زوجین میخوان اون اهداف رو در زندگیشون به طور جدی دنبال کنن. خانواده‌ای که هدف نداره اون خانواده موفق نیست. قطعاً هم خدا وقتی که خانواده رو به وجود آورد اهدافی داشتن. خدا که هیچ کاری رو بدون دلیل انجام نمیده دیگه. خدا یه برنامه‌ای داشت، یه نقشه‌ای داشت از اینکه خانواده رو به وجود آورد. بنابراین ما باید بدونیم مقاصد خدا از تشکیل خانواده چی بوده یا اهداف کتاب مقدسی که ما هرچی در مورد ازدواج میگیم به حال از دیدگاه کتاب مقدس میگیم. در مورد ازدواج خیلی چیزا نوشته شده و عرض کردم دیروزم بنده خودم هم حدود 150 تا کتاب در این رابطه مطالعه کردم، همین الان هم در حال نوشتن دو تا کتاب هستم در این رابطه. ولی خب ما اینها رو همه را از فیلتر کتاب مقدس رد میکنیم چون بعضی چیزا مشکله واقعا بگیم همه چیزایی که در مورد ازدواج گفته میشه درسته. برادر مرداد به من گفتن 10 تا از کتاب‌های خوب در مورد ازدواج رو با خودت بیار که اینجا ما داشته باشیم بچه‌ها بخونن. من آوردم نیست، به جای 10 تا 12-13 تا آوردم، ولی اگه بخوام بگم تمام اون چیزایی که تو اون کتاب‌ها هست همش 100% درسته بازم نمیتونم بگم. چرا؟ چون باید آدم گلچین کنه و از فیلتر کتاب مقدس رد کنه. بنابراین ما چیزایی رو که اینجا به شما تعلیم میدیم تعلیمیه که کتاب مقدس یا تاییدش کرده یا لااقل بر ضدش چیزی نگفته، مخالف کلام خدا نیست. از این جهت بیشتر صحبت ما بر اساس آیات کلام خداست. خب یک نویسنده ای میگه تنها گنجی که جستجو برای آن به زحمتش میارزد هدف است. تنها گنجی که جستجو برای آن به زحمتش میارزد هدف است. یعنی هدف گنجیه که واقعا اگر شما جستجو کنید، زحمت بدید به خودتون که اونو پیدا کنید، خیلی ارزش اینو داره. خب حالا ببینیم ازدواج چه اهدافی رو دنبال میکنه. اولین هدف ازدواج چیه؟ خدا ازدواج رو برای ایجاد و ابراز عشق و دوستی مقرر کرده. طبق همین آیات کلام خدا واقعا ازدواج به همین منظور بوده. پیدایش 1:27 و 2:23 خداوند آدم رو به صورت خودش آفرید، او رو به صورت خدا آفرید، ایشان رو نر و ماده آفرید. خدا چون محبته وقتی انسان را آدم و حوا رو مثل خودش آفرید، یعنی همون انعکاس محبت خودش را در آنها به وجود آورد، اونها رو مثل خودش مشارکتی آفرید، برای ابراز عشق و دوستی خلق کرد. و در پیدایش باب 2:23 وقتی که آدم حوا را دید در روبروی خودش گفت همانا این است استخوانی از استخوان‌هایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نسا نامیده می‌شود زیرا که از انسان گرفته شد.
انسان موجودی است که باید محبت کند و باید محبت بشود. خدا ما رو جوری خلق کرده که هم نیاز داریم که محبت بکنیم، هم نیاز داریم که محبت بشیم. ازدواج فرصتی است برای بروز عشق و محبت بین زوجین. یک عبارت خطرناکی یک نویسنده میگه که شاید شنیدید این عبارت رو، میگه آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت میگیرد حتما عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد. فهمیدید چی بود؟ اونجا که ازدواجی بدون عشق صورت میگیرد، یعنی ازدواج انجام میشه ولی عشقی در کار نبوده، قطعاً دنبالش اینه که عشقی به وجود میاد، عشق نامشروع بعدن، که بدون ازدواج، عشق بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد. پس حتما لازمه که دو نفر که میخوان هم با هم زندگی کنن همدیگر رو دوست داشته باشن. خدا انسان رو اجتماعی یا مشارکتی خلق کرده. انسان نیاز به دوستی و معاشرت داره و نقشه خدا این بوده که زن و شوهر علاوه بر اجرای وظایف زناشویی با یکدیگر دوستان صمیمی با هم باشن. متاسفانه خیلی از زوجها رو میبینیم که با هم زن و شوهر هستن ولی با هم دو تا دوست صمیمی و نزدیک برای هم نیستن، در حالی که نقشه خدا از همان ابتدای خلقت این بوده که زن و شوهر بتونن بر اساس عشق و محبت با هم دوستی داشته باشن. این طبیعتی بوده که خدا داشته و به انسان منتقل کرد. الان خدا ما رو دوست داره ولی به ما هم بزرگترین حکمی که داده چیه؟ خداوند خدای خود رو به تمام دل و تمام جان و تمام نفس و تمام قوت خودت محبت نما. ما رو مثل خودش آفریده و ما موجودی هستیم که باید محبت بکنیم و محبت بشیم. و ازدواج از بهترین اهدافش همینه. البته کلیسا هم برای همین منظور هست، مشارکت مسیحی هم ما همدیگر رو محبت میکنیم، محبت میشیم، ولی خب اون بعد ازدواج یک محبت خیلی خاص و خیلی نزدیکه. من روزیتا وقتی 2 سالش بود یک بار در منزل بازی میکرد و من یه عروسکی براش آورده بودم از کره جنوبی که خیلی اون عروسک رو دوست داشت و خیلی قربون صدقش میرفت و رو پاهاش گذاشته بود و به هر حال شعر میخوند براش و لالایی میگفت و اینا. منم تو اون گوشه اتاق مشغول تهیه موعظه بودم. بعد از 1 ساعت با این عروسک دعوا شد و اون عروسک رو پرت کرد به سمت گوشه دیوار و بعد اومد پیش من و البته عروسک هم چند تا چیز بد گفت بشه برام دعوا شد دیگه. بعد اومد پیش من گفت که بابا بیا با هم بازی کنیم. گفتم بیچاره عروسک چرا اینجوری کردی، سرش هم کج شده. گفت آخه هرچی من به این گفتم من تو رو دوست دارم، اون بر نگشت به من بگه منم تو رو دوست دارم. ولش کن اونو، من نمیخوام دیگه. یه بچه کوچیک 2 ساله هم اینو فهمیده بود که این عروسک اسباب بازیه، یه وسیله فقط گذراندن وقتشه ولی نمیتونه جوابگوی عشقش باشه. و اون فهمید که حالا باباش میتونه پاسخ بده به عشقش. ازدواج برای یک چنین منظوری بوده که خداوند بتونه زن و مرد را در مرحله‌ای بذاره که بتونن پاسخگوی نیاز عشق به یک دیگر باشن. دومین هدف، هدف دوم از ازدواج، رهایی از تنهایی، رهایی از تنهایی و مصاحبت و شراکت زوجین در همه تعلقات به یکدیگر در جنبه های مختلف زندگی می باشد. این عبارت را کامل بنویسید و وقت توضیح خواهم داد. می بینید همه تون تا اون ته دیده می شه. پیدایش 2:18 جامعه 4:9-12. دیروزم گفتیم مهمترین عنوان و مقام زن و شوهر در امر ازدواج چیه؟ این دوتا چی هم؟
شریک زندگی هم. شریک ازدواج یک شراکت در حقیقت. وقتی زن و شوهر بر مبنای واقعی کلمه شریک روح و جسم، عقل و فکر، غم و شادی، شکست و پیروزی یکدیگر هستند، ازدواج به هدف خودش رسیده. در موقع عقد مسیحی شما شاهد بودید خوشبختانه در کلیسای ICF و همینطور ایلام ازدواج‌های خوبی صورت گرفته و فکر می‌کنم نسبت به همه جای اروپا ایرانیان مسیحی در انگلستان تو این قسمت خیلی پیشرفتن. یه برکتی هست در ایلام و تو ICF در قسمت ازدواج. هر سال گویا چند تایی رو دارید و این خیلی باعث خوشحالی ماست. انشالله برای بقیه هم باشه. ما در امر ازدواج می‌بینیم که در موقع عقد دو نفر به هم دیگه چی میگن؟ عزیزم من با تو پیمان میدم، به تو قول میدم که در سیری و گرسنگی، در جوانی و پیری، در بیماری و تندرستی و هم در ایام دولت و فقر تا مادامی که در قید حیات هستی فقط و فقط تو را محبت نموده و نسبت به تو وفادار بمانم. ضمناً در جای دیگر هر دو نفر به یکدیگر میگن که قول میدهم که تو را در تمام اموال خودم شریک بسازم. بنابراین ازدواج برای اینه که دو نفر بتونن با هم شرکت داشته باشن در همه تعلقات به یکدیگر، در جنبه‌های مختلف زندگی و از تنهایی بیرون بیان. تنهایی خیلی موضوع دردناکیه. منظورم تنهایی جسمی فقط نیست. همه رقم تنهایی. این عبارت که خدا میگه خوب نیست که انسان تنها بماند. میخوام کمی اینو توضیح بدم. حالا در این توضیحات البته اینجا چیزی نوشته نیست. شما میخواید یادداشت بکنید، یادداشت بکنید. ولی به هر حال توضیحاتیه که میخوام همین آیه رو کمی براتون بشکافم. خوب نیست انسان تنها بماند در چه چیزایی؟ خوب نیست انسان در تصمیم گیری های مهم زندگی تنها باشد. انسان تصمیم گیری های مهمی تو زندگی داره و احتیاج به کمک فکری و مشاور نزدیک داره. خوب نیست انسان بدون مشاور باشه، بدون کمک فکری باشه. نیاز داره برای تصمیم گیری هاش زوج یا زوجه ای داشته باشه. خوب نیست انسان در مقابله با مشکلات و سختی های زندگی تنها بماند. در مقابله با مشکلات و سختی های زندگی ما احتیاج به همدم داریم، احتیاج به یک همرزم داریم، احتیاج به یک پشتیبان و حامی داریم برای مبارزه با بحران‌های زندگی. اگر فقط حضور خدا کافی بود، خدا خودش نمیگفت خوب نیست که انسان تنها بماند. میگفت من با تو هستم و کافیه. ولی خدا سوای اون حضور مخصوص خودش زوج یا زوجه‌ای را هم تهیه کرد که بتونه در برخورد با مشکلات و بحران‌های زندگی او تنها نباشه. همینطور که تو این جامعه باب 4 دقت کنید، اینجا خیلی واضح میگه که میگه دو نفر بهتر از یک نفرن، ایشان را مشقتشون اجرت نیکوست. بعد اونجا میگه که اگه دشمن بر یکی از اونا حمله بیاره دوتایی باش مقابله میکنن، ولی وای بر اون کسی که بیفته، کسی نباشه او را بلندش کنه. و بعد اونجاست که میگه ریسمان سلاح به زودی گسیخته نمیشه. بنابراین پس در مشکلات این زندگی لازمه که ما تنها نباشیم. خوب نیست انسان در رفع احتیاجات گوناگون زندگی تنها بماند. در رفع احتیاجات، احتیاجات هم با اقسام داره. احتیاجات روحی هست، احتیاجات عاطفی هست، احتیاجات روانی هست، احتیاجات جسمانی هست. همه را هم احتیاج، احتیاج فقط یک نوک نیست. و انسان برای رفع تمام این احتیاجات اساسی زندگی نیاز به یک شریک داره که بتونه به نیازهاش پاسخ بده و همینطور نیازهای طرف مقابل را در جهات مختلف زندگی برآورده کنه. خوب نیست که انسان برای رشد و تکامل زندگی خود تنها بماند. بله خوب نیست انسان برای رشد و تکامل زندگی خودش خوب نیست تنها بماند. انسانی که میخواد به طور نرمال رشد کنه
به طور طبیعی رشد کنه و رشدش رشدی باشه که او را به مرحله تکامل برسونه، خوب نیست که تنها بماند. احتیاج داره به یک شریک زندگی که بتونه او را کمکش کنه تا در زندگیش رشد سالمی داشته باشه. چون نیاز به یک مکمل داره که بتونه سبب ترقی او در ابعاد مختلف زندگی باشه. خوب نیست که انسان در عبادت و خدمت به خدا تنها بماند. بله، عبادت و خدمت به خدا هم هرچند یک امر فردی است، ولی هر فردی احتیاج داره که با شریک زندگیش خدا را عبادت کنه، با شریک زندگیش هم خدا را خدمت کنه. طبیعی که خدمت دو نفره خیلی میتونه نتیجه مؤثرتر داشته باشه تا خدمت تنهایی، و خدا خودش این عصر را تعیین کرد و مسیح دو به دو میفرستاد و همینطور که خواندیم میگه دو از یک بهتره. و یوشع میگه من و خانواده‌ام یهوه را عبادت خواهیم کرد. بنابراین خوب نیست که انسان در خانواده برای عبادت و خدمت تنها بمونه. خوب نیست برای رسیدن به اهداف مهم زندگی انسان تنها بماند. اهداف مهمی تو زندگی ما داریم که میخواییم به اون اهداف برسیم، و طبیعی که وقتی که یک زوج یا زوجه‌ای داشته باشیم خیلی راحت‌تر میتونیم به اهدافمون برسیم. خوب نیست برای بیان رازهای درونی، برای بیان رازهای درونی و درد دلهای قلبی انسان تنها بماند. بله، انسان موجودیه که گاهی وقتا در فشارهای درونی قرار داره و میخواد قلبش رو خالی کنه، میخواد اسراری در مورد خودش بگه، میخواد درد دل کنه، میخواد فشارهایی که در وجودش هست بریزه بیرون. نزد چه کسی بهتر از شریک زندگیش میتونه تخلیه بشه؟ آدم تمام حرفای درونش رو نمیتونه به همه کس بگه. انسان احتیاج به یک محرم داره، هرچند دوستان هم پیدا میشن که اون هستن، ولی خب هیچ کس جای همسر رو نمیگیره. خوب نیست که انسان برای بروز اون فشارهای درونیش، حالا چه درد دل باشه، چه احساسات نوع دیگه‌ای باشه، چه فشارها دوستان بیوفا باشه و چه فشارهای اجتماعی باشه، اگه انسان تخلیه نکنه این آثار بسیار بدی در روان و رویه و زندگی او خواهد داشت. بنابراین سنگ صبور زندگی یک فرد میتونه شریک زندگیش باشه. و خوب نیست انسان برای ابراز عشق تنها بمونه. عشق باید ابراز بشه و باید پاسخ هم داده بشه. و اگه انسان کسی رو نداشته باشه که بتونه بهش اون عشق عمیق قلبی رو بروز بده و از طرف اون هم مورد عشق قرار بگیره، مورد توجه قرار بگیره، مطمئناً این تنهایی بر او فشارهای خاصی خواهد آورد. پس دقت بکنید، ما یه دونه آیه رو گرفتیم، در ابعاد مختلف بررسی کردیم که حکمت این کلام چقدر زیاده که میگه خوب نیست انسان تنها بماند. هدف سوم از ازدواج تصاحب آرامش و آسایش روحی، روانی و جسمی از اهداف ازدواج میباشد. تصاحب آرامش و آسایش روحی و روانی و جسمی. اشعیا 32 را اگه نگاه بکنید اونجا یکی از وعده‌هایی که خدا به خانواده مسیحی میده همینه. چقدر زیباست این قسمت، اشعیا 32 آیات 17 و 18. بعد محمد شما بخونید. عمل عدالت سلامتی و نتیجه عدالت آرامی و اطمینان خواهد بود تا ابد الآباد. و قوم من در مسکن سلامتی و در مساکن مطمئن و در منزل‌های آرامی ساکن خواهند شد. بله، این چقدر زیبا، منزل‌های آرامی و منزل‌های مطمئن و راحت ساکن خواهند شد. خانواده مسیحی کانون و مرکز استراحت و آرامش حقیقی روح و روان و جسم. واقعا اینطوریه.
خانواده باید یک چنین مرکزی باشه. در این دنیای پر از گرفتاری کاری و فشارهای فکری، مهمترین جایی که انسان میتونه در آرامش به سر ببره و از این همه فشارها و خستگی‌های گوناگون رها بشه، محیط گرم و جذاب خانواده است. خداوند زن و شوهر رو خلق کرده بتونن در کنار یکدیگر آرامش و راحتی بیافرینند، نه اینکه سوهانه روی یکدیگر باشن. خانه ای را که میتوان به بهشت تبدیل کرد، یکی از حرفای آنایید عزیز ما همیشه این بود که میگفت خانواده بهشتی داریم. خونه ای که خدا به ما داده، این خونه میشه همیشه بهشت باشه. ما این خونه جدید که اومدیم، اولین جلسه ساختمانی که بود 6 طبقه بود، به هر حال جلسه ساختمانی هم مثل همه خونه ها اونجا برقرار میشه هر دو ما یه بار. اون اولین جلسهش من اونجا نبودم، من مسافرت به کانادا بودم و آنایید به جای من رفته بود. خب حالا سوا این که برای همه اون همسایه ها انجیل و فیلم عیسی و اینا برده بود و بشارت داده بود و دعا کرده بود همون شروعش و اینا، خیلی جالب بود، به آنها گفته بود میخواهید ما همین روز اول بخواهیم که خداوند این ساختمان ما را تبدیل به ساختمان بهشتی بکنه؟ و اینا خیلی کنجکاو شده بودن که خانم ساختمان بهشتی یعنی چی؟ بهشون خیلی زیبا، من خوشحال بودم که اون روز من نبودم، چون به اندازه اون نمیتونستم اینقدر قشنگ و مؤثر حرف بزنم. خیلی زیبا تشریح کرده بود و همه کنجکاو شده بودن و درخواست کرده بودن که ایشون دونه به دونه برای همشون دعا کنه که خونهشون تبدیل به بهشت بشه. و بعد از اینکه ایشون پیش خداوند رفت، همه اینها اومدن و به نمایندگی از طرف همه اونها یک نفر که از همه حزب اللهی تر بود شهادت داد و چندین مقاله نوشته که داده به من که اینو داشته باشم همیشه به یاد آنهید. ایشون در کلیسا ایستاد و همین شهادت ها رو داد، گفت واقعا ایشون حضورش بهشتی بود، خانواده ای که تشکیل داد بهشت بود، این بهشت به خانواده های ما نیز وارد شد. میگفت من هر وقت ایشون رو میدیدم به یاد خدا میافتادم. و این چقدر عالیه که واقعا ما بدونیم که خانواده های ما میتونه منبع آرامش باشه، جایی که اونجا انسان میتونه راحت بگیره. خب در خیلی از خونه ها اینجوری نیست. یه مردی به من میگفت من همیشه آخر شب میرم خونه که خانومم خوابیده باشه. گفتم چرا؟ گفت واقعا ایشون اگه بیدار باشه زندگی من به سطوح میاد. اینه که اگه میام تو میبینم هنوز بیداره، دوباره بر میگردم میرم بیرون یه ساعت دیگه میام که این خواب باشه، بلکه نبینمش. صبحم وقتی میام بیرون که باز خواب باشه. خب این زندگی خیلی اینجوریه دیگه. به قول سلیمان، برای کدوم مردم میگه که اگه در گوشه پشت بام بخوابم یا در بیابان بائر، بهتر از اینه که باید زن جنگجو در خانه مشترک باشه؟ البته فقط زنها جنگجو نیستن، مردها هم کم از زنها نیستن. خیلی از مردها تازه دست زنها از پشتم بستن از بداخلاقی و تندخویی و غرغر رو شکایت. برای هر دو نفر این مطلب صادقه. خونه میتونه جای استراحت و آرامی باشه و ازدواج رو خدا برای همین به وجود آورد که ما بتونیم اونجا راحت بگیریم از حضور همدیگه، از دیدار همدیگه استراحت بپذیریم. یه رسمی هست که ما ایرانی ها زیاد داریم، اغلب خونه ها این رعایت میشه که کفشا رو بیرون از خونه در میارن و این به این معناست که گرفتاری های بیرون و اون آتو آشغال های محیط بیرون رو داخل خونه نیارید. اون فشارهایی که تو بیرون داری دیگه تو خونه داخل نکن. اینجا خانواده است. اینجا محل تمدید و آرامش اعصاب هست. اینجا قوت جدید کسب کن که بتونی آرام بگیری که فردا دوباره بری جامعه با مشکلاتی که تو جامعه داری مقابله کنی. من مسافرت زیاد میرم. بعضی از مسافرتام خب خیلی مثل این مسافرت که الان دارم لذت بخش و شیرینه، ولی هر وقت میرسم خونه، هر وقت از مسافرت، این چمدون رو که میذارم میگم آخه هیچ جا خونه آدم نمیشه. برای شما اینطوریه؟ هیچ جای خونه خود آدم نمیشه. واقعا هیچ جای آرام بخشتر از اون تختی که من میخوابم روش نیست. هیچ جای راحتتر از اون
جایی که متعلق به خانواده من هست نیست. بنابراین چقدر عالیه که انسان بتونه بفهمه هدف ازدواج اینه که اونجا آسایش و آرامش روحی بگیره و جسمی و فکری. این اینقدر مهمه که جزء اهداف ازدواجه. در این فلیمون آیه 7 هم میگه دلهای ما از دیدار تو استراحت میپذیره. این حرفیه که زن و شوهر و بچه ها باید به هم دیگه بزنن. خب نقطه چهارم، هدف ازدواج تکمیل یک فرد از به هم آمیختن خصوصیات اخلاقی متضاد هست. تکمیل یک فرد از به هم آمیختن خصوصیات اخلاقی متضاد هست. متا 19:6 که میگه بعد از آن دو نیستن بلکه یک تن میشن. یعنی به عبارت دیگه شما تو پرانتز میتونید اینجا بنویسید زن و شوهر مکمل و متمم یکدیگر میشن. یعنی هیچ جایی به اندازه خانواده انسان نمیتونه محیط مناسبی را پیدا کنه برای تکمیل شخصیت. اغلب ازدواج ها معایب یک طرف به وسیله محسنات طرف دیگه چی میشه؟ پوشونده میشه. در نتیجه از به هم پیوستن دو فرد یک فرد کامل به وجود میاد. پس زن و شوهر موظفن که این هدف مهم تکامل در ازدواج مسیر رو دنبال کنن، نقص یکدیگر رو بپوشونن. اگه یکی در یک قسمت ضعیفه دیگری تو قسمت دیگه چیه؟ قویه. بنابراین ضعف یک شخص برای کوبیدن اون نیست، بلکه برای پوشاندن و کمک کردن و اصلاح به اون. اگه او در یک قسمت ناتوانه، شما هم در یک قسمت دیگه ضعف دارید. این به اون در. اون اگه مثلا کمی بی‌حوصله است، شما هم از این طرف کمی خیلی بی‌خیال. اون اگه مثلا یک کمی اعصابش نارامه، شما هم از این طرف خیلی ریلکس. اون اگه مثلا خیلی حساسه، شما هم بی‌توجهی. هر کس بالاخره یک نقطه مقابلی داره نسبت به اون دیگه. ما همیشه اون قسمت خالی لیوان رو می‌بینیم، نه قسمت پرشو. این ضعف ماست دیگه. همیشه اون نقص‌ها رو می‌بینیم و عیب‌ها رو و جاهای منفی رو. بیایید در خانواده ما نگاه کنیم ببینیم اگر او این چیز پر رو داره، من هم یه چیز پر دیگه ای دارم. این دوتا رو با هم مخلوط کنیم، همدیگر رو تکمیل کنیم، همدیگر رو بپذیریم و همدیگر رو در همون شرایطی که هست پذیرا باشیم و بدونیم که خداوند ما رو برای تکمیل همدیگه خلق کرده. همینطور که دیروز هم عرض شد، زن و شوهر مثل دو لنگه در میمونن که یکی بدون دیگری ناقصه. پس ازدواج برای تکامل شخصیت به وجود اومده. پنجم، حفظ قدوسیت خانواده. اجتناب از گناه هدف مهم ازدواج هست. این عبرانیان 13:4 نیست، اینو درستش کنید، و اول قرنتیان 7:14 عبرانیان 13:4 که میگه نکاح به هر وجه محترم باشد، بسترش غیر نجس. اول قرنتیان 7:14 میگه زن از مرد تقدیس میشه و مرد از زن، و بچه ها از هر دوی اونها تقدیس میشن. خانواده مسیحی خانواده مقدسیه. یکی از علتی که ازدواج خیلی مهمه اینه که ازدواج مسیحی ازدواج مقدسیه و هدف ازدواج اینه که انسان در قداست رشد کنه. قداست در خانواده خیلی مهمه. اون چیزی که خانواده را میپاشونه آلودگی و گناهه. اون چیزی که اساس خانواده را به هم میریزه ناپاکیه، قباحته. هر چیزی که بخواد قداست خانواده مسیحی را به خطر بندازه باید از آن دوری جست، مخصوصا گناهان قبیح جنسی. خدا اجازه داده که ارضای غریزه جنسی فقط از طریق ازدواج برآورده بشه، نه از طریق دیگر. بنابراین ارتباط جنسی با شخص دیگری خارج از ازدواج زناکاری محسوب میشه و از نظر کلام خدا مردوده و
و خدا رو شکر که در ازدواج مسیحی ما حتی چیزای مشهوری که در مذاهب دیگه هم هست نداریم، مثل تعدد زوجات، یعنی چند تا زن گرفتن، مثل صیغه یا ازدواج موقت، مثل طلاق، مثل خیانت. اینا همه از دیدگاه مسیحیت به قداست زوجین و خانواده مسیحی لطمه میزنه. بنابراین قداست خانواده خیلی مهمه که جزء اهداف محسوب میشه و نه فقط در روابط جنسی مهمه، قداست خانواده در تمام ابعاد زندگی مهمه. یعنی هر چیزی که گناه است، مثل دروغ، فحاشی، غیبت، تلخی، غرغر و شکایت، قضاوت، خشونت، درگیری، سخنان و افکار و رفتار ناپاک که به دور از قداست خانواده مسیحی نباید در خانواده مسیحی حکم فرما باشه. برادر عزیز ما برادر ست یک نظر که بنیانگذار اصلی کلیسای ما بودن در تهران، ایشون که شما میشناسید پدر برادر سم هستن، خب ایشون جدا شدن از کلیسایی که توش قبلا بودن و جدایی مثبتی بود نه جدایی منفی، برای اینکه ایشون از روح القدس پر شد و خداوند درش کارهایی کرد و معجزاتی کرد و اینها، اون کلیسا خب با تعالیمش سازگار نبود و ایشون بالاخره بیرون اومد و کلیسایی در خونه خودش تشکیل داد و خدا رو برکت داد و کلیسای ما به اینجا رسید که الان رسیده. شروعش از اونجا بود، حدود تقریبا 45-6 سال پیش. خب برادر میگه من وقتی اومدم بیرون خب خیلی چیزا اونو پشت سر من گفتن، اما خداوند به من گفت در مورد اونها نه حرفای خوب بزن نه حرفای بد، هیچ تو هیچی نگو. این خونه ای که تبدیل به کلیسا شده محل غیبت و محل گناه نباید بشه. و میگه من از همون اول جلو این چیز رو گرفتم و خوشبختانه ایشون تا امروز هم در همین تفکر زندگی میکنه که اهل غیبت و تلخی و نمیدونم اینطور چیزا نیست. من خیلی برادران پیر دیگر رو میشناسم که زیاد اینطوری هم که هی وقتی میشینن دائم این اینجوری کرد، اون اونجوری کرد، این فلان کرد، اون بیمان کرده، همش دیگر دیگران بد میگن و از خودشون خوب میگن. خوشبختانه این عادت در برادر ست نبود و برای همین دلیل خدا این خونه رو برکت داد. یه خونه دیگری بعد از شهادت برادرهای رفتم دیدم عکس برادرهای اونجاست، یه دونه نوشتم زیر عکسش نوشته بود و اون نوشته این بود در این خونه غیبت به طور کلی ممنوع است. مثل این مغازه دارا که میگیدن نمیدونم و قرض گرفتن و نسیه و اینها کلا ممنوع هست. حالا اینم اینجوری نوشته بود، گفتم برای چی رو نوشتی؟ گفت ما وقتی این شهیدان رو میبینیم که در راه کلیسا خونشون رو ریختن دیگه ما باید خجالت بکشیم که بخواییم مرتکب چیزای دیگه بشیم. اینه که من چندین بار گفتم دیدم درس نشده براشون، این عکس رو آوردم تو اتاق پذیرایی. بعدم البته این عکس رو تبدیل به چند تا شهید دیگه، عکس 4 تا شهید 5 تا شهید رو گرفت اونا رو به هم چسبوند و این نوشته رو زیرش نوشت که گفت دیگران بفهمن که بابا بسه، ما اینطور افراد پر افتخار داشتیم دیگه اجازه ندیم خانواده‌های ما آلوده بشه. هر نوع گناه میتونه ما رو از مسیر هدف ازدواج مسیحی دور کنه. هدف خدا از ازدواج اینه که زن و شوهر یکدیگر رو تقدیس کنن. تقدیس یعنی چی؟ یعنی از سیستم گناه‌آلود این دنیا جدا بشن و به سیستم صحیح الهی وقف بشن. ششمین هدف در ازدواج رشد در خدمات پرثمر. رشد در خدمات پرثمر و مفید از اهداف بالای ازدواج می. اینا جزو اهداف ها، اینها همینطوری بیهوده گفته نمیشه. یعنی شما اگه خانواده تشکیل میدید همیشه باید خودتون رو با این اهداف ارزیابی بکنید. هر خانواده اگه میخواد بدونه چقدر خانواده موفقیه باید نگاه کنه ببینه در این اهداف چقدر پیش رفته، تو کدوم یکیش لنگی داره. خب نوشتید اینو اعمال 18-26 رومیان 16-3-5 یکم این خاموشش کنیم که
خنک بشه. ببینید در رومیان 16 3 تا 5 را یکی از خواهرها میتونه بخونه. رومیان 16 3 تا 5 ببینید پرسکل و اکیلا اینجا برای نمونه در موردشون چی گفته شده. سریع یکی از خواهران بخونه. سلام برسانید به پرسکل و اکیلا، همکاران من در مسیح عیسی، که در راه جان من گردنهای خود را نهادند و نه من به تنهایی ممنون ایشان هستم بلکه همه کلیساهای امت. کلیسا را که در خانه ایشان است و حبیب من افینتوس را که برای مسیح نوبر آسیا سلام بزنید. شما تا اینجا بود یا بازم هست؟ تا اینجا. ببینید چقدر قشنگ میگه در مورد این زن و شوهر. تازه پرسکله اسمش اول اومده چون مثل اینکه از خود اکیلا هم با نفوذتر بود و موفق‌تر، شاید هم پیشرفته‌تر. همین رو در اعمال باب 18 آیه 26 دوباره در مورد این زوج عزیز به نیکی یاد شده و معلومه که اینا معنی هدف ازدواج رو خوب فهمیده بودن. میگه پرسکله و اکیلا مثلا اپلوس را بردن پیش خودشون به دقت تمام تعلیمش دادن. خب ما از اینجا چی میفهمیم؟ ازدواج یک رابطه پویاست. دقت میفرمایید؟ ازدواج یک رابطه پویا و پیشرونده است. ازدواج یک رابطه ساکن و راکت نیست. ازدواج مسیحی رو به رشده، رو به ترقیه. و اگه میخوایید این عبارت رو بنویسید، بنویسید هدف اصلی ازدواج عبارت است از خلاق بودن. خلاق بودن یعنی چی؟ ببینید اگه میخوایید شما عشق و محبت زناشویی پایدار بمونه باید هدف خلاقی داشته باشید، چون محبت ذاتاً خلاق. نتیجه رشد در خلاقیت زندگی پرثمر و مفید برای اطرافیانمون هست. اگه زوجین فقط برای هدفهای شخصی خودشون، رسیدن به آرزوهای خودشون که فقط مربوط به خودشونه بخوان زندگی بکنن، عشق و علاقه آنها راکت خواهد شد و به جای آن خستگی و خلأ بزرگ در زندگیشون ایجاد میشه که رضایت زندگی اونها را برآورده نمی کنه. ممکنه بعضی ها فکر کنن عشق و علاقه مثلا اینه که دو نفری که عاشق یکدیگرن برن زیر درخت ها روبروی هم بیستن، دست ها یکدیگر رو بگیرن فشار بدن، با عشق و علاقه ساعت ها به چشمان یکدیگر خیره بشه، برن تو دنیای رومانتیک و دنیای رویایی مخصوص خودش. ولی هیچ کس نمیتونه بلنده تا آخر عمر به چشمای یکی نگاه کنه. بالاخره چشماش درد میگه، وضعیت میشه. خیلی از چشم نگاه کردن به طرف مقابل باید کارهای دیگه هم بکنه. میدونی زندگی فقط این نیست که شما یک بگیری دستم میگه بگی I love you، من بگه I love you، باز برید دوباره نمیدونم باز همونو. و اینا یه دوران خاص خودشو داره و اتفاقا باید همیشه هم ادامه پیدا کنه، نه اینکه این دوران باید تموم بشه. ولی به اونها که اکتفا نمیشه کرد. بالاتر از این صحنه‌های رمانتیک چیه؟ اونه که شما بدونید شما به همدیگه پیوند شدید که برای دیگران مفید باشید، که بتونید برای دیگران خدمت مؤثرتر بکنید. یعنی اون خدمتی که تنهایی میکردید مؤثر بود، اما شما میخواهید الان در این خدمت رشد بیشتری بکنید با اتحاد و پیوند به یکدیگر. هدف ازدواج این نیست که شما برید همش به فکر این باشید که مثلا ما به همدیگه برسیم، ما فقط دور خودمون باشیم، این چهار دیواری با هیچ دیگه کار نداریم، فقط ما همش هوای همدیگر رو داریم، خودمون یک کمی چهار دیواری رو بیشتر کنیم، پدر مادرمون هم هستن، یکی دو تا دیگه از اون فامیلای ما هم هستن، دیگه بقیه رو بلش کن. اصلا اگه شما اینطور بخواید زندگی کنید از هدف ازدواج دور شدید. یکی از عجیبترین حقایق زندگی اینه که اگه انسان فقط در جستجوی شادی و رضایت خودش باشه گرفتار چی میشه؟ شما به من بگید. اگه انسان فقط در جستجوی شادی و رضایت درونی خودش باشه گرفتار چی میشه؟ یک کلمه ای که خیلی روانشناسا به کار میبرن چیه؟ افسردگی. افسردگی بهش دست میده.
این عجیبه. هرچی شما بیشتر تو لاک خودتون برید، خلایتون بیشتر، افسردگیتون زیادتره. اگه فقط برای خواستای خودتون زندگی کنید، خستگی و کسالت ایجاد میشه در شما. ولی شما دقت کنید وقتی یه کار خلاق، کار مفید، کار سازنده برای دیگران انجام میدید، احساس شادی نمی کنید؟ اصلا حس میکنید زندگی زیباتره. حس میکنید زندگی یک معنی و مفهوم بهتری داره. بنابراین خدمت به هم‌نوعان خود از هر طریقی که بشود، از هر طریقی که در توان شما باشه، در هدایت خدا باشه، سبب رشد انسان در امر تشکیل خانواده میشه. چنین هدفی انسان فرصت پیدا میکنه، زن و شوهر و خانواده فرصت پیدا میکنن در چنین هدفی که محبت الهی رو در خدمت به دیگران چکار کنن؟ منعکس بسازن، آشکار کنن، ابراز کنن. یکی از دانشمندان مشهور علوم اجتماعی اینطور میگه، میگه هیچ ازدواجی نمیتواند، میخواید این عبارت رو بنویسید، عبارت قشنگیه، هیچ ازدواجی نمیتواند به رشد کامل برسد مگر اینکه طرفین برای رسیدن به هدفی مشخص تلاش کنند. مگر اینکه طرفین برای رسیدن به هدفی مشخص تلاش کنن که خارج از خودشان باشد و هر دو نفر با یک دلو اتحاد خود را برای آن هدف وقف کنن. و هر دو نفر با اتحاد و یک دلی خود را برای آن هدف وقف کنن. واقعا همینطوریه. هدف خارج از خودمون، هدف خارج از ارضای خودمون، هدف خارج از رسیدن به احتیاجات خودمون. دو نفری به فکر این باشیم که چطور مفید واقع بشیم. الان مثلا مرداد و مجده عزیز، خب هر دو نفر خودشونو وقف کردن برای خدمت در این سازمان، در کلیسا و در جاهای دیگه. قطعاً اونها اگه این کارو نمی کردن و فقط بخواستن برای همدیگه زندگی کنن، کم می آوردن. یعنی واقعا آدم دیگه به جایی میرسه که میفهمه که وجود یکدیگر برای همدیگه کافی نیست. اون جای خودش داره. ولی هدف چیه؟ هدف فقط اینه که ما مثلا صبح تا شبمون با هم بگذرونیم، ای بریم خوش باشیم، از این رستوران به اون رستوران، از این باغ به اون باغ. اونا درست، اونا وسایل تفریحات، اینا مشارکت‌های مخصوصیه که خانواده باید با هم داشته باشه. ولی هدف چیه؟ یکی از اهداف، نگفتم تنها هدف، ما اهداف مختلف رو دنبال می‌کنیم. یکی از اهداف خدمت به دیگرانه که میتونه از این جذب خسته کننده و یک نواخت و ساکن زندگی ما را در بیاره. بنابراین زوجین موفق کسانی هستن که بتونن به این سوال پاسخ بدن. من برای انجام چه کارهای مفیدی خوانده شدم؟ چه کارهای مفیدی از دست من برمیاد؟ خدا چه عطایایی به من برای خدمت داده؟ و قنطارهای بخشیده شده را با هم برای خدمت به مردم به کار بگیرم. وقتی این کمک میکنه به هدف ازدواج برسن. هفتمین هدف ازدواج، تولید مثل و تعلیم و تربیت فرزندان در مسیر خداپرستی، اخلاقیات صحیح جزو اهداف ازدواج میشه. تولید مثل، تعلیم و تربیت فرزندان در مسیر خداپرستی، اخلاقیات صحیح جزو اهداف ازدواج میشه. پیدایش اونم باز 1:28. بعضی وقتا این تایپیست ما اشتباهاً آیاتو پس و پیش نوشته. 1:28 البته مال تهران بوده، مال اینجا نه. یوشع 24:15 با مزامیر 127 و 128 مقایسه کنید. من این هدف را ضعیفترین همه اعلام میکنم. میدونید چرا؟ ضعیفترین هدف چرا اعلام میکنم؟ کسی میتونه بگه چرا؟ کدوم قسمت اشتباه توی این ریفرنس آیات؟ پیدایش 1:28.
که میگه بارور و کثیر شوید زمین را پرسازید، این اولین برکت بود. و یوشع 24:15 من و خاندانم یهوه را عبادت میکنیم. مزمور 127:28 هم در مسیر برکت به خانواده و بچه هست. جواب منو ندید. چرا من اینو ضعیفترین هدف مینامم؟ بله موقتیه، ولی بقیه تا مادامات عمره تصمیم کسیم. ها، بچه ها یعنی نمیمونن؟ نه، شما مزیدی که گفتیم گفتم تو استرس خیلی آره، میگم ولی ولی از نظری که چرا من گفتم این در بین اهدافی که هست، هشت تا هدفی که ما امروز میگیم ضعیفترین همه هست. برای چی؟ چرا؟ برای اینکه بعضی زوجها بچه دار نمیشن، درسته؟ هستن دیگه، در همه جا هستن، تو کلیسا هم هست. بعضی زوجها ممکنه به هر علتی بچه دار نشن، یا خودشون بچه نخوان، یا اینکه در سن و سالی ازدواج کنن که دیگه نتونن بچه دار بشن، و یا اینکه بچه ها بالاخره بزرگ بشن و پیششون برن، آخرش علی بمونه و حوضش. چون چه میشه دیگه؟ نه؟ بنابراین وقتی تمام اینا پیش بیاد، اینا باید بگن ما چقدر بدبخت شدیم به این هدف نرسیدیم. این هدف هدفی نیست مثل اهداف دیگه همیشه پابرجا باشه. این هدف حتی برای کسانی هم که بچه دارن، برای یک مدتیه بچه رو تعلیم و تربیت میکنن، بعد بچه ها بزرگ میشن و پای خودشون وای میستن، میرن برای خودشون خانواده تشکیل میدن و و بالاخره این زن و شوهر هستن که برای هم دیگه باز باقی میمونن. میدونید؟ بعد اونایی هم که اصلا بچه دار نمیشن، حالا به هر علت طبی یا غیر طبی، خب اینا هم نباید ناامید بشن از این که اگه خدا به ما بچه نداده پس ما خیلی بدبختیم و اصلا خیلی افسردگی بهشون دست بده و فکر کنن که دیگه شکست خوردن در ازدواج و به هدف ازدواج نرسیدن. نه، اونطور نیست. اونا سایر اهداف دیگر رو دنبال میکنن. خدا داد که داد، نداد که خب ما این همه بچه هست خدمتشون میکنیم. تازه اگه خدا هدایتشون کرد بتونن یکی از این بچه ها رو میرن از طریق قانونی بچه خوانده خودشون، فرزند خوانده خودشون میکنن و نگهداری میکنن. بنابراین اهداف ازدواج در جای خودش باقی میمونه و از این بابت ما نبایستی نگران باشیم. اما اونایی که بچه دار میشن و خدا بهشون عطا میکنه، اینها باید بدونن که هدفشون اینه که بتونن این فرزندان را در مسیر خداپرستی و اخلاقیات صحیح تربیت کنن. خواهر تاکوش عزیز ما، خانم برادر هایت، یک عبارت خیلی خوبی میگفت یک بار که تعلیم و تربیت بچه را درس میداد، اینا هم خانواده خوبی تشکیل دادن، میگفت ما وسایل زندگی مانند یخچال و فریزر و ماشین و تلویزیون و کامپیوتر و اینها را نمیتونیم به آسمان ببریم، اینا رو زمین میمونن، ولی لااقل بچه هامون رو به آسمان ببریم. خیلی حرف جالبی زدن. خدا نه تنها با افراد که دیروز هم داشتیم، با ذریت و نسل افراد نیز سر و کار داره. بحث تربیت و بچه ها بحث وسیعیه که رشته جداگانه خودشو داره که ما تو این کلاس های ازدواج به اونا نمیرسیم. انشالله یک روزی شما همه با بچه هاتون خواهید اومد، میشینید در سالهای آینده و بعد اون وقت در مورد تعلیم و تربیت بچه ها با شما حرف خواهیم زد. منطقه اون یه بحث برای خودش جدا هستن، یه اصلا علم جداییه و در مورد اون بایدی بعداً بررسی داشته باشه. خب، برسیم به هشتمین هدف که به این ترتیب هم یا آنتراکتی به شما بدیم بعد از این نقطه. هدف هشتم رو هم پروانه جان بذار. ببخش. مهمترین هدف ازدواج جلب رضامندی خدا و جلال دادن نام او میباشد. جلب رضامندی خدا و جلال دادن نام او. امثال 18:22 دقت کنید اینجا چقدر زیبا میگه هر که زوجه یابد یا زوج یابد فرقی نداره رضامندی خداوند را تحصیل کرده. اول قرنتیان 10 نباید باشه، 10:31
این ده اضافیه دوباره اومده. اول قرنتی هم 10:31 هر کاری بکنی، خواب خورید، خواب نوشی یا هر کاری دیگه بکنید که ازدواج هم جز بشه، همه رو برای جلال خدا بکن. افسوسیان 3:15 که میگه از رو هر خانواده در آسمان و بر زمین مسماست. ببینید سه گروه هستن کسانی که ازدواج میکنن، یعنی سه گروه که ازدواج میکنن اینجوری هم. گروه اول ازدواج میکنن که به خودشون خوش بگذره، یعنی حواسشون ارضا بشه، احتیاجاتشون برآورده بشه، به آرزوهاشون برسن. به عبارتی فقط برای منافع خودشون ازدواج میکنن. هدفیه که بر نفس بنا شده. من ازدواج میکنم خوش باشم، من ازدواج میکنم که به من غذا بدم بخورم، من ازدواج میکنم که ارضا بشم، من ازدواج میکنم که حواسم برآورده بشه، من ازدواج میکنم که همسرم به من برسه. یعنی هدفش اینه که سرویس بگیره، برای نفس خودش ازدواج، که این ازدواج موفقی نیست. گروه دوم کسانی هم که هدفشون بهتره، ازدواج میکنن که بخوان محیط مناسبی برای همسرشون درست کنن، یعنی سبب خوشبختی و رضایت همسرشون بشن. اینا میخوان زنشون یا شوهرشون رو خوشحال و خوشبخت بکنن. این هدف بهتر از اولیت داره، چون هدفیه که روی همسرشون، خوشبختی همسرشون بنا شده. اما گروه سوم که از همه بهترن، کسانی هستن که با ازدواجشون میخوان خدا رو بدن. اینا میگن مهمترین هدف ازدواج ما اینه که ما در همه قسمت‌های زندگیمون سبب رضامندی و جلال خدا بشیم و پایه و اساس خانواده رو روی خدا بنا می‌کنن. برای اینطور اشخاص ازدواج بسیار مبارکه. وقتی خدا در همه چیز سر همه چیز باشه، همه چیزهای دیگه در خانواده سر جاش قرار خواهد گرفت. من میخوام در این قسمت با این عبارت تمام کنم از گفتار یکی از خواهران عزیز که میگفت در خانواده ما وقتی خداوند سر جاش قرار داره، همه چیز سر جاشه. پول سر جاشه، شوهر سر جاشه، بچه سر جاشه، کار سر جاشه، وسایل سر جاشن، زندگی نظم داره. وقتی خداوند سر جاش نیست، هیچ چی دیگه سر جاش نیست، همه چیز به هم میاد. پس بیایید این هدف رو هم به طور خیلی جدی دنبال کنید که همیشه هدف اصلیتون و بالاترینشون جلب رضامندی خدا بشه.